آره و پس از اون دیگه من از کمپ اومدم بیرون، یعنی اینترویو دادم و توی همون دوران کمپ هم من انقدر فعالیت های چیز میکردم، مثلا هم مترجم میکردم، همه خانوما رو همراهی میکردم توی دکتر فلان، بعد یک کیندرگارتن مهد کودک که بچه های کمپ دستم بود، اونجا بهشون آموزش میدادم، آموزش بازیگری میدادم، آموزش نقاشی آفرین. میدادم. آره و می نوشتم تمام چیزهایی که اتفاق برام می افتاد و هر روز می نوشتم برای خودم. و دیگه خب خدا رو شکر من قبولی آلمان رو گرفتم بدون هیچ درد سری. 5 ماه و 27 روز طول کشید بعد از اینترویوم که قبولی مو دادن و من رفتم تو کمپ دائم، که واقعا هم یه کاتاستروفه بود اون کمپ، یه فاجعه بود اون جایی که من افتاده بودم. آره ولی دیگه گفتم کجا من بودی؟ الان دیگه چه ردا شهر بود نزدیک همین بیلفلد، همون ردا که اومدید فیلم برداری کردیم، همون خونه قبل از که خونه رو بگیرم. آره قبل از اون خونه رو که توش فیلم برداری داشتیم بگیرم تو کمپ بودم، تو همون شهره، تو همون شهر که دیگه اون خونه که شما تشریف آوردید اولین خونم بود که تو آلمان گرفته بودم. آره بعد دیگه گفتم اوکی، یه 7-8 ماه اومده بودم آلمان، به محضی که ترانسفر شدم ردا گفتم ببین مایا، اسمم هم که شد مایا و محبوب بود، چون این آلمانی هم میرفتم اینجا کلاس رقص، انقدر برش سخت بود. تغییر دادن اسمت هم به من بگو که چرا. آره من خب میدونم ولی بدونیم چرا تو محبوب کردی مایا. آره من حقیقتا 4 ماه که اومده بودم آلمان تو کمپ که بودم، بعد روزی 14 کیلومتر با دوچرخه باید پا میزدم میرفتم تو اولین شهری که به ما نزدیک بود تا برسم به شهر، چون ما وسط جنگل بود کمپمون. و من خیلی رقص دوست داشتم، تو ایرانم آموزش رقص میدادم، مثلا توی مزون عروسی که داشتم اونجا به عروس و داماد آموزش رقص میدادم و اینا، و رفتم یه آموزشگاه رقص پیدا کردم که البته خب رقصای استاندارد مثلا تانگو والسا این چیزا بود و اون موقع اصلا آلمانی بلد نبودم. رفتم گفتم که یه مربی اونجا بود، گفتم خودم معرفی کردم، گفتم تنسن ایست ماین لیبن، اون موقع بلد نبودم، گفتم یعنی رقص زندگی منه و من دوست دارم یاد بگیرم. دیگه اون بنده خدا سری کاره من کردن و ثبت نام کردن بدون که اصلا به من بگن چیز خاصی بیار یا پولی بده یا هر چیزی، و اونا نمیتونستن اسم منو بگن محبوب محبوبه، و به من گفتن اجازه بده برات اسم انتخاب کنیم، و خب منم گفتم ایتس اوکی. اول یه گفتن ماهی و من گفتم نه ماهی یعنی فیش به زبون ما و من دوست ندارم مثلا ماهی باشه. بعد دیگه گفتن مایا، مایا یه قبیله آمریکایی سرخپوستی، تو هم شکل سرخپوستایی، خیلی هم بهت میاد اسمتو بزنی مایا. پس این مایا آره آمریکایی. آره آره دقیقاً. دیگه خودشون گفتن مایا و برای من نوشتنش و گفتن چه جوری مایا نوشته میشه، دیگه اسم من شد الان 5 سالی که اسم من مایا. مایا سال. آره جالب بود. آره. جالب. آره خیلی. تا اینکه من دیگه رفتم اینجا توی دانشگاه بیلفلد، چون یکی از بزرگترین دانشگاه آلمان رو داره، و من آیه مهدی آبادی اون موقع بعد از قبولیم بود ماهی 400 یورو به می دادن. من ماهی بگو تا من میخوام یه سوال بکنم ازت. میخوام بگم من ماهی 280 یورو شو می دادم بلیت، هر روز می رفتم توی این دانشگاه می نشستم و خودم به اینا نشون میدادم و ازشون خواهش میکردم، میگفتم شما باید منو بفرستین دانشگاه رشته هنر، باید. و من انقدر نزدیک به چندین ماه رفتم و اومدم که این بیچاره دیگه همه چیزای منو میدونستن. حالا سوالتون رو بپرسید. نه میخواستم ببینم که دوره زبانم رفتی، کلاس زبانم گذاری؟ نه نه من اینم بگم براتون جالبه، ببخشید من همین این اون موقع هنوز قبولی نداشتم، زیر نظر سوسیال آم بودیم و باید میرفتیم کلاس زبان، یعنی باید سوسیال ثبت نام هم میکرد میرفتیم کلاس زبان، ولی خب سوسیال به من گفتش که یه دوره هایی هستش که برای بچه های زیر 27 ساله و تو نمیخواد با پناهنده ها بری، میری با جوونا با بچه ها سر کلاس اونجا ثبت نامت میکنیم. یه آقایی هم بود خیلی اذیت پناهنده ها میکرد، اصلا آدم خوبی واقعا نبود، و به من گفت تا 3 ماه بعد من 3-4 ماه دیگه تولدم میشد و میرفتم میشد، یعنی 27 سالم و فقط 3-4 ماه وقت داشتم از اون مقطع میگذشتی.
آره. و بعد این آقا به من گفتش که آره من کار ثبت نام تو کنم. من یه دوم وایستادم و دیدم نه این هیچ خبری نیست تو اینا و منم خیلی پیگیرم، خیلی اصلا نمیذارم قصه در بره کسی. بعد دیگه رفتم گفتم چی شد و اینا، گفت حالا منتظریم و تا روزی که من دیگه شد 27 سالم. رفتم گفتم خب من دیگه الان 27 سالم. گفت آره دیگه 27 سالت نمیشه هیچ کاری کرد. گفتم بابا من تو منو 3 4 ماه منتظر گذاشتی و خلاصه دیگه زیر بار نرفت. من گفتم اوکی. گفت بعد وایس تا کلاس اینتگراسیون کورس باز بشه یه 5 6 ماه طول میشه. من گفتم باش، منم دائم برلین زندگی میکنم. وسالمو پیچیدم و اون موقع هم پول نداشتم، یه 8 یورو دادم بلیط فلکسی بوس از دورتموند رفت از بیلفلد رفتم برلین. رفتم یه 11 ساعتم تو راه بودم و رفتم برلین پیش دایما. اون بنده خدا یک ماه با من زبان کار کرد و من همون برلین مؤسسه گوته پول شخصی دادم 180 یورو. اون موقع رفتم ثبت نام کردم امتحان B1 رو. رفتی فقط به امتحان ثبت نام؟ آره رفتم فقط امتحان داشت. آره و من امتحان دادم و قبول شدم با نمره خیلی قبول شدم. آره و موقع مثلا 7 ماه بود آلمان بودم. 7 ماه اونی برگشتم و این مدرک رو بردم سوسیال آمد، گذاشتمش رو میز، گفتم ببین تا تو من ثبت نام کنی من تمام دوره رو گذروندم، درسم خوندم، اینا مدرکم، من دیگه فرایم، شما دیگه کاری با من نداری، یعنی مرد بنده خدا. هیچ دیگه حرفی برای گفتن نداشت. چقدر عالی. آره بعد دیگه مدرکم رو گرفتم، دیگه رفتم دنبال کار دانشگاه و خیلی اینجا دوست پیدا کردم، یعنی البته باید هم دوستم میشدن انقدر که دیگه همونجا هم تو همون رفت آمد و من برای دانشگاه بیلفلدم یه فیلم بازی کردم. آره یه فیلم خواستن دیگه من بهشون، یعنی میدونستن که من بازیگری کار کردم اینا، دیگه من برای شون فیلم رو بازی کردم به زبان آلمانی و خب خیلی مورد چیز قرار گرفت، مورد توجه اینا. آره و من دیگه یه راهی پیدا کردم که برم هنر بخونم، رشته گشتالتون یا همون فوتوگرافی. آره مدیا یعنی رسانه میشه به فارسی، یعنی عکاسی و رسانه. به من گفتن اگه میخوای فیلم بخونی چون سابقه فیلم سازی نداری برو اول این رشته رو بخون که بعدش راحت بتونی وارد دانشگاه فیلم بشی. چقدر خوبی تو به راحتی تو... یعنی تونستی وارد مدیا گشتالت بشی. من میدونم که اونم بسیار سخته. نه الان میگم براتون. آره دیگه من بارها دوستای تماس میگیرن که دوست دارن، یعنی من بهشون پیشنهاد میدم که مدیا گشتالت بخونن، ولی وقتی میافتن دنبال گرفتن آسپیدونگش تو دنبال گرفتن پرکتیکومش انقدر سخته که تو همون مسیر پشیمون میشن. بعد سنگ میذارن میگن چطور تو موفق شدی؟ آره این دوره رو بگیری. این دانشگاه بیلفلد منو اندلش به یه دانشگاه، یعنی به همون دانشگاه بیلفلد ولی بخش هنرش منو چیز کرد، کنترکت بست کرد. آره منو بست کرد و منو رسون به اون جایی که باید میرفتم و من که رفتم به من گفتم مدرک B2 میخوای و باید امتحان ورودی بدی. آره. و منم تئاتر کار کرده بودم ولی این دانشگاه فقط رشته عکاسی داشت، عکاسی مدیا، رشته گرافیک داشت و رشته مد. منم نه عکاسی میدونستم نه مد نه گرافیک، کامپیوتر خونده بودم و فقط هم تئاتر بازی کرده بودم. عکاسی کرده بودم ولی نه در حد امتحان ورودی دانشگاه. منم گفتم اوکی. دوباره رفتم برلین. رفتم برلین و گفتم بیا بریم یه دوربین دست دوم بخریم. دیگه من اون موقع انقدر تلاش کرده بودم 600 یورو نه چی شاید هم 300-400 یورو پول جمع کرده بودم. یه دوربین N90 نیکون N90 بیرم اومد دست دو داغون 650 یورو. بقیه پولش هم حاجی که هم دایم بریم، ما بهش میگیم حاجی چون توی عید قربان به دنیا اومده، حاجی به من داد و ما تونستیم اون دوربین رو بخریم. حالا های مدیا بود من بلد نبودم اون دوربین رو شارف کنم، بلد نبودم اصلا، بلد نبودم دوربین رو تار فوکوس گیری کنم. آره هیچی دیگه من گفتم حاجی من هر جوریه باید عکاسی یاد بگیرم، اصلا امکان نداره. بعد دیگه توی همین حالوش یه دوستی من توی فیسبوک خیلی گشتم زدم مثلا کارگردانه ایرانی توی آلمان، عکاسای ایرانی توی آلمان، انقدر من سرچ کردم دوستاشو توی فیسبوک پیدا کردم، برای همشون مسیج دادم، مسیجاشو دارم که نوشتم من کی هستم و شرایط چیه و من شدیداً به کمکتون نیازم، خواهش میکنم این راه زندگی رو چلو پای من بذارید و
و واقعا هم اینجوری شد. من با رضا عزیز رضا جعفری کارگردان آره رضا جعفری که یه کارگردان خب مطرحه که تئاترای آلمانی رو میبره اجرا، الان 27 سال که توی آخرین کار میبره، سال یک کار میبره اجرا و کارهای واقعا فوق‌العاده و بسیار کارهای خوب پرفکت. بگو آره. خودم شهرش هم بگو که دوستان آخرین که تو آخرین آره. میتونن کاراشو ببینن. آره و من توی شهر آخن رضا منو دعوت کرد، منم ندید و نشناخت، با کمال میل دعوتشو پذیرفتم و خیلی خوشحالم که دعوتشو پذیرفتم و هیچ وقت لطفاشو فراموش نمی‌کنم که با رضا ما انقدر فکر کردیم، اینا به ما گفتن تو به دو تو بگیری امتحانم باید بدی. حالا امتحان ورودی چی بود؟ امتحان ورودی اینجوری بود که ما باید از 5 تا موضوع مختلف عکاسی میکردیم، موضوع به دلخواه خودمون، یه سریال مثلا 10 تا عکس از یه تما، 10 تا عکس دیگه از یه موضوع دیگه، و 2 روز یه هفته مونده بود به امتحان، از دانشگاه برای ما 2 تا موضوع ایمیل میشد که به دلخواه خودمون یه دونش رو باید انتخاب میکردیم و عکس میگرفتیم. این روز اول امتحانه. بعد کسایی که روز اول قبول میشدن روز دوم ساعت مثلا 8 امتحان شروع میشد، 8 به ما یه موضوع میدادن، میگفتن تا ساعت 1 باید عکاسی کنید با این موضوع، عکس ها رو به آرتبایتن کار کنید، چاپ کنید، بیارید تحویل بدید. دیگه اون مرحله هر که قبول میشد میشد دانشجو، چون اون دانشگاه بیلفلد هم فقط سالی 10 تا دانشجو میگیره، سالی 10 تا. ما هم گفتیم باش. به دومونه که رفتیم پیش حاجی برلینو دوباره خوندیم. رفتی باز خوندی؟ گرفتی. آره رفتم خوندم بدون اینکه برم کلاس و خود توی خود دانشگاه بیلفلد ثبت نام کردم. یعنی دیگه میگم اونجا دیگه شده محل زندگی من و واقعا من رایگان توی چیز ثبت نام کردم توی امتحانای بدو و من امتحان دادم و قبول شدم خدا رو شکر. و برای همه اینا مثلا 2-3 ماه بیشتر من نخوندم، واقعا 2-3 ماه همش هم خودخوان اصلا همش خودم میخوندم. و تو همین هینوورن من توی یه دونه کلیسا به پناهنده آموزش زبان آلمانی میدادم. آها خب قطعا اونم کمکت میکرده وقتی آدم آموزش میده، خیلی به یاد میدادم. خب این همه از اون جسارت تو میاد که من فکر کنم خارج از اینجا هم به تو بارها گفتم که تو این جسارتی که داری رمز موفقیت تو، خیلی کارهای تو رو پیش میبره و کمتر کسایی پیدا میشن که این جسارت رو داشته باشن. ممکنه ایده ها رو داشته باشن یا رویاها رو داشته باشن، ولی جسارت انجامشون هم باید داشته باشن بتونن بهش بپردازن و دنبالش برن. تو یکی از اون آدمایی هستی که دنبال آرزوات میری، ایدهات رو پیگیری میکنی، من شاهد بودم تو این سالها. خب مرسی. دیگه با رضا هم به من کمک کرد و اون تئاتری بود، کارگردان بود، مغز بود و هی به من ایده میداد و ما سریع این سکانسایی رو به قول خودمون که اون میگفت همه صحنه ها رو من ردیف میکردم و بعد عکاسی میکردم. با چه بدبختی هم این فوکوس گیری و اینا رو یاد گرفتم. آره عکاسی کردیم و رضا منو با چه آدمای خوبی آشنا کرد. اونا شدن مدلای من و همشون آدمایی بودن که واقعا مثلا 70-80 ساله که توی عرصه هنر کار میکردن و خیلی خیلی چیز یاد گرفتم، خیلی زیاد. و پس از اون آره رفتم امتحان دادم و روز اول 75 نفر بودیم و من آقای مهدی آبادی یعنی اینجوری میلرزیدم. بعد من زبانم داغون، حالا به دو داشتم ولی خب فقط عدد مدرک بود و من انقدر تجربه نداشتم توی آلمان و اینا. دیگه ما امتحان رو دادیم و روز اول چون فامیلی من زاکریه و با یعنی زد نوشته میشه آخر لیست، ولی اسم منو توی اون 20 نفر روز اول خوندن و من میپریدم بالا و جیغ میزدم، چون واقعا برای این روز من سالها یعنی 26 سال حالا تا 7 سال 9 سال اول زندگیم که نه، ولی از 9 سالگی تا 26 سالگی من آرزوم بود که هنر بخونم، آرزوم بود، یعنی شب و روزم بود واقعا. و قبول شدم. روز دومم به ما یه تما دادن که من معنی اون کلمه رو نمیدونستم چیه. آها تمی که بهت داده بودن. آره گفتن زنزوخ یعنی دلتنگی و من نمیدونستم اصلا زنزوخ یعنی زنزوخ چی. دیگه سعی زدم به حاجی، گفتم حاجی زنزوخ یعنی چی؟ دیگه حاجی برای من توضیح داد و من با هر چیزی که بود سختی که بود
یه تم خیلی معرکه رو عکاسی کردم که واقعا الان که بهش فکر میکنم واقعا بخونم.